کتاب مصور اصفهان تجلی هنرمندانه یک درک متعالی است و شهرها و دهکده‌های کوچک و بزرگ پیرامونش را باید اوراق این کتاب فرهنگ و هنر و ادب استان پهناور اصفهان دانست. تماشای این کتاب غنی گردشگری علاوه بر لذت باطنی پاسخی است به خوش آمدگویی پیشینیانمان در این چهار سوی چهار فصل کم نظیر. آغاز سفر شرق اصفهان به سوی قافله گردشگری ما راه می گشاید. سفری در زمان، گذشته، حال و تصور آینده‌ای که باید میراث کهن و احیای میراث فراموش شده را به آیندگان بسپارد. تا اینجا کوله بار خاطراتمان یکی است. راه به راه با هم بودیم و مجله گردشگریمان را ورق زدیم. از سجزی، کوهپایه و جاهای دیگر و عاقبت از هرند گذشتیم و اکنون پا به اژیه می‌گذاریم. در 75 کیلومتری شرق اصفهان می‌توان یافتش. اژیه در اصل ژی به معنای تالاب، آبگیر و زمین گود و معرب آن ژی می‌باشد. پل قدیمی اژیه راهی به دو سوی شگفتی‌های طبیعت نشان می‌دهد. تالاب بین‌المللی گاوخونی و وسعت بیمانند کویر. در اطراف آن پارک و فضای سبز برای استراحت اهالی و مسافرین مهیا شده است. دارای 12 دهنه و 13 پایه می باشد. هنوز استوار و پایدار محل عبور و مرور اهالی شهر است، البته به جز مرکب‌های آهنی. دارای 57 متر طول، بیش از 6 متر ارتفاع و حدود 4 متر پهنا دارد و پیشینیان آن را با آجر و سنگ و ساروج بنیان نهادند. آب رودخانه را در بخشی از بستر رودخانه مهار کردند تا فرصتی باشد برای علاقمندان قایق سواری. البته قایق سواری در میانه کویر لطفی دیگر دارد و می تواند یکی از جاذبه های گردشگری این شهر باشد و تأکیدی است بر نقش زنده رود در حیات این بخش از استان. در اژیه با مجموعه‌ای از کبوترخانه‌ها روبرو می‌شویم که می‌تواند مورد توجه خاص گردشگران قرار گیرد. برج کبوتر یا کفتردان نشانه‌ای بر همسویی انسان با محیط زیست پیرامونش و شاید نوعی معامله نانوشته ما بین انسان و کبوتر. ساخت عمارت ایمن و راحت برای کبوتران توسط انسان و در مقابل دسترسیش به حجمی از با ارزشترین کود طبیعی که تاکنون شناخته شده است.
برج‌های کبوتر نیمه ویران مهندسی به کار رفته در فضای درونیشان را آشکار ساختند. حفره‌های مربع شکل هم اندازه با فواصل مساوی کندویی تعداد لانه‌ها را در نظمی نشان می‌دهند. پیش‌آمدگی مثلثی شکل در برابر هر لانه نه تنها امکان فرود و نشستن هر کبوتر را در آن تراکم تعداد راحت‌تر می‌سازد، باعث خواهد شد که کودها به راحتی در محوطه پایین دست برج جمع شود و از انباشت آن در ورودی لانه و مسدود شدن آن جلوگیری کند. کبوترخانه ها به لحاظ ظاهر و اندازه در طول و پهنا تفاوت هایی با یکدیگر دارند، اما در ساخت فضای درونی از یک طراحی ثابت پیروی شده است. حتی در کبوترخانه های مکعبی شکل که بیشتر در غرب استان قرار دارند، از جمله کبوترخانه های خانسار، برج های کبوتر عمدتاً با پهنای 7 متر و ارتفاع تا 15 متر ساخته شدند. پلان‌های کشیده شده طراحی هوشمندانه‌ای از اندرونی برج‌های کبوتر را نشان می‌دهد. در طی قرن‌ها کبوترخانه‌ها با فضای امن برای تخم‌گذاری و جوجه‌آوری نمادهای صلح و آرامش را به وجود آوردند. یکی از این کبوترخانه ها بازسازی شده و در حال حاضر به عنوان شربتخانه از آن استفاده می شود. زبان و گویش این محدوده جغرافیایی ریشه ای از پهلوی معروف به لهجه ولاتی را به میراث کهن مرتبط می‌سازد. گویا مکان‌های تاریخی حتی اگر کفترخانه هم بوده اند، به مردمان تنوع طلب و یا دلزدگان زندگی یک نواخت در شهر فرصتی برای گریز فراهم می‌سازد. حتی اگر یک چایخانه باشد، زمان کوتاه به هم نشینی خانواده و یا جمع رفقای صمیمی در مکانی غیر معمول و یا شاید هرگز ندیده. در چوبی راه به درون پرخلوت خود می گشاید. خانه قاسم علی محسنپور مرمت شده است و باغچه هایش درختان انار را قاب کردند. درهای چوبی پرپنجره بالای تاخچه اشاره‌وار معماری مشترک قاجار و پهلوی را به رخ می‌کشند. در آن سوی پنجره نگاهمان به سمت ساحل رودخانه می‌رود، اما از آب خبری نیست. انبارهای آذوقه در هر عمارت از جایگاه خاص و مهمی برخوردار بودند، چرا که تاپوها یا ظروف گلی پر از آرد و غلات از ضروریات زندگی خانواده‌ها در این بخش نگهداری می‌شدند، آن هم در روزگارانی که قحطی کشیده بودند. اما انارهای رسیده کویری بی حضور دستی برای چیدنشان غرور خود را نمی‌شکنند و آویخته به شاخه‌ها باقی می‌مانند. زنانی از محله راه به سوی مسجد آقا تقی می برند.
تا در جمع زنان دیگر خواندن قرآن مجید را به تلفظ صحیح بیاموزند. در مسیر راهی که به شهر ورزنه منتهی می شود، قلعه جامانده از روزگاران دور به چشم می آید، تنها و استوار در میان مزارع. از اژیه که پا به راه بگذاریم، 15 کیلومتر مانده به ورزنه، دهکده در حرم گرما فرو رفته کفران در پیش روی من پدیدار می شود. مسافت شهر اصفهان تا روستای کهنسال کفران 90 کیلومتر است. مسجد حاجی آمیخته از ظرایف شاخص روزگارش. دارای 2 شبستان می باشد. بخش بزرگتر شبستانی مربوط به دوره قاجار و فاقد تزئینات بوده و اما شبستان کوچک که با 1 راهرو باریک به شبستان اول متصل است. شبستانی با قدمت بیشتر و به عبارت بهتر مربوط به دوره ایلخانی است. دارای گچوری های زیبا و در 2 اشکوب بنا شده است. در این شبستان محرابی زیبا و مقرنس‌کاری شده در پیش روی من نمایان است. یکی از بازی های محلی این منطقه چوبده یا چوبده است. پرتاب توپ با چوب دستی و دویدن با گرفتن و تصاحب توپ و پرتاب به سوی فردی که چوب بازی را در اختیار دارد که اگر موفق به زدن توپ شود امتیازی به امتیازهایش افزوده می شود. شباهت زیادی به بازی بیسبال دارد، اما ساده تر و بدون برخوردهای خشن که نیاز به لباس و کلاه مخصوص نداشته باشد. مسجد جامع قدمتی 400 ساله دارد. شبستان همجوارش به مسجد پیرزن معروف است. اما چرا پیرزن؟ شاید قصه ای دارد. درک و معنا در هر یک از این اشکال راهی به فهم بهتر نیاکانمان دارد و انگیزه ای برای یک پژوهش برای شما. روستای تهمورسات. گویا باید سوابق این نام بر دهکده را در کتاب شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی بیابیم، شاهی از شاهان معروفش که به تهمورس دیوبند شهرت داشته است. اگر کویر را کم از دیو ندانیم، پس مردمان سخت کوش این روستای کویری در طی قرنها زحمت و مرارتها بر دیو کویر فائق آمدند. این روستای کهن در 20 کیلومتری ورزنه قرار دارد، اما با شهر اصفهان 1 مسافت 90 کیلومتری را در میان دارد. قلعه اکبرخان ساخته و از گل درآمده روزگار قاجار است و در حال حاضر جایگاه زندگی 6 خانوار است. به نقلی در سال 1396 با همت و تلاش اهالی دژنشین و همکاری میراث فرهنگی مرمت گردیده است. قلعه با 2 حیاط که گرداگرد ایوانش را اتاقها پر کردند. درون قلعه شرایط یک زندگی راحت و سنتی مهیاست. از چاه و چرخ و دولاب آماده به کارش گرفته تا تنوری که باید جور نانرسانی به قلعه نشینان را بکشد.
نانی که به همان رسم و راه گذشتگانمان خمیر و چانه و پخت می‌گردد. گویی روزگار هاون و هاون دسته به آخر نرسیده است. از عهد عتیق ایران زمین به یادگار مانده، بیش از 3000 سال مورد استفاده عطاران بوده برای کوبیدن ادویه و تخم‌های گیاهان و غیره، و کم کم راه به خانه ها یافت. قلعه اکبرخان شاید بدون هاون و هاون دست کهن چیزی کم داشت. اتاقی از اتاقهای ایران زمین که به زیبایی چیده شدند و میزبان دارهای دو قالیچه‌اند. ظاهراً از همان روزگار قدیم بود که قالی‌بافی در این روستا راه اندازی شد و شغل و هنر زنان گردید تا نقش لچک و ترنج ببافند، و به مرور زمان نقش‌های دیگر هم به سفارش گرفته می شد. در حال حاضر بیشتر به بافت تابلو فرش و یا گلدوزی مشغولند. غذای محلی روستای تهمورسات کلاجوش به معنای کوتاه جوش، چرا که کشک نباید جوش بخورد. اما میتوان به جای کشک از ماسینه، یعنی دوغی که شبت یا شوید در آن ریخته و در مشکی میآویزند، استفاده کنند. به هر رو برای پخت مغز گردو و زردچوبه و روغن را نیز باید مهیا کرد. این غذا با تغییرات جزئی در اکثر شهرهای استان طبخ می شود. این روستا دو رشته قنات دارد به طول 4 کیلومتر. مردمان روستای تهمورسات با حداقل آبهای این دو قنات محصولاتی همچون جو، پنبه، خربزه و یونجه کشت می کنند. فارفان در 30000 گزی برابر با 30 کیلومتری جنوب کوهپایه و 30000 گزی جنوب راه اصفهان به یزد جایگاه دیرین خود را حفظ کرده است. مسجدی از روزگار ایلخانیان با ستونهای حجیم که بی نقش و تزئین نماندند و شانه به طاق ضربی های پهنا گشوده دادند. استاد گچکار از تمامی امکانات بالقوه این ماده استفاده کرده است. نقوش، خطوط، کتیبه های خطی و محراب که جایگاه ویژه خود را دارند. فضاهای معماری در تمام این قرون متمادی منقوش بودند. نقوش هندسی، گیاهی، شمسه ها، تبل ها،
ترنج‌ها و گل‌های خطائی و اسلیمی آنچه اندیشه و خیال فرصت جولان دهند. غیب را ابری و آبی دیگر است، آسمان و آفتابی دیگر است. اما این رنگ مالی خام اندیشانه سطح و عمق و نقش را در این آثار کم نظیر ناپیدا ساخته است. پرورش ماهی نیز راهی است به گردش چرخ زندگی و نانی بر سر سفره نهادن. مزارع سبز گواهی بر وجود آب و مردمان زراعت پیشه این دیار هستند. محصولاتش عمدتاً در غلات و پنبه خلاصه می شوند. وسعت سبز را پرنده می شناسد و دستان پینه بسته، مخصوصاً اگر در دل کویر به حاصل نشسته باشد. بخشی از پیکر خشت و گلی عمارت کهن که گویا بر اساس برخی شواهد مقبره ای از بزرگان ایلخانی بوده است، همچون شبهی از تاریخ تن به فرو ریختن نداده است و شاید هر روز غروب را به ناپایداری روز سرزنش می کند.